با عرض سلام آقای رضا تابنده مجددن با اسم مستعار علی صوفی پستی رو منتشر کرده امروز که شماره ششم هستش. در اینجا پستش رو اینچنین شروع میکنه: آیا در زمان رحلت حضرت محبوب علی شاه جانشین معنوی ایشان حضرت مجذوب علی شاه نبودند؟ آیا بزرگ فامیل تابنده نبودند؟ آیا عموی ایشان نبودند؟ و بعد از دکتر آزاده عموی بزرگتر ایشان نبودند؟ دو فرزند ایشان در زمان شهادت حضرت محبوب علی شاه حتی به سن قانونی هم نرسیده بودند. آیا این توهین به حضرت مجذوب علی شاه نیست؟ آیا حضرت مجذوب علی شاه خود نمی توانستند پیگیر باشند؟ آیا این استفاده ابزاری از شهادت حضرت محبوب علی شاه نیست؟ آقای رضا تابنده، من 4 دقیقه دیروز در پستم صحبت کردم، اما متاسفانه شما این پنبه ها رو نمیخواین از تو گوشتون در بیارین. مجددم با 3 مجد مثل یک کودک جوان که به سن بلوغ هنوز نرسیده میخواین حرف خودتون رو تکرار بکنین که حرف آخر باشه، ولی چون 3 مجد میکنین در تکرار حرفتون، دلیل بر صحت و حقانیتش نیست. همونجوری که گفتم، حضرت آقای مجذوب علی شاه فرمودند هیچ فقیری، درویشی حق نداره در امور فقری دخالت بکنه و اظهار نظر بکنه، و هیچ فقیری نسبت به فقیر دیگه هم نمیتونه امر و نهی بکنه در مورد وظایفش. اما هر فقیری بر اساس خرد و میزان عدالت خواهی خودش، حقیقت جویی خودش، حق و حقوق اجتماعی داره که با استفاده از اون میتونه در جامعه نقش آفرینی بکنه و مسئولیت بپذیره. شما باز مجددن میخواید قصور خودتون رو در حق طلبی و عدالت جویی نسبت به شهادت حضرت آقای محبوب علی شاه که قطب سلسله جلیله گنابادی بودند و پدر سوری شما بودند رو، مسئولیتش رو از شونه خودت برداری، به گردن کسی دیگه آویزون کنی و گناه رو گردن کسی دیگه بندازی، به این علت که تصمیم گرفتی و این انتخاب رو انجام دادی در زندگیت که با اون کسانی که عاملین به شهادت رساندن پدر شما بودند، پدر سوری شما بودند، با اونها کنار بیای، برای اینی که منافع خودت رو در این دیدی که با اونها همراه باشی، و اینکه پدر شما به شهادت رسیدن توسط اون افراد رو بهش توجهی نکردی و روت رو به سوی اون بر کردی تا منافعت تامین بشه. و می نویسی رحلت حضرت محبوب علی شاه، ایشون به شهادت رسیدن، بهتر نبود می نوشتی شهادت حضرت محبوب علی شاه؟ همین یه تیکه خودش افشا می کنه که وجود شما و نظر شما در این قضیه چی هستش. اگر هم بگیم که شما سنتون در اون موقع سن قانونی نبوده، الان شما چند سالتونه؟ فردای اون روزی که حضرت آقای محبوب علی شاه به شهادت رسیدند، شما سوار هواپیما شدین، تشریف بردین کانادا، یعنی در یک جای آزاد که کسی دستش به شما نمیرسید و امنیت کامل و مطلق داشتید و به راحتی میتونستید اقدام کنید. اون موقع سنتون هنوز 18 سال نشده بود، برای احقاق حق احتیاج نیست هم سنش 18 سال باشه، بچه 10 ساله هم میتونه احقاق حق بکنه و پیگیر بشه. ولی به هر حال موقعی که شما 18 سالت شد، این امکان برات وجود داشت. شما چند وقت از 18 سالگیت میگذره الانه؟ تو این مدت چیکار میکردی که حالا میگی اون موقع بالغ نبودم؟ حضرت آقای مجذوب علی شاه قطب سلسله گنابادی بودند و عموی پدر بزرگوار شما. کسی که میخواست پیگیر باشه شما بودید و برادرتون آقای رحمت الله. آیا شما اقدام کردین و کسی جلوتون رو گرفت؟ پس نه، این گناه رو گردن دیگران بندازین، این انتخاب خود شما بود. و سپس در اینجا به موضوع
این اشاره کردی در مورد سواد و اون دفینیشنی که یونسکو از سواد داره که من خطاب به شما ارائه دادم، و در اینجا به موضوع آقای جذبی اشاره کردی. آقای رضا تابنده قطب سلسله گنابادی یک عارف هست. یک عارف باید قادر باشه که یک شعر رو بخونه. به چه علت؟ برای اینکه زبان عارفان شعر هستش. شعر زبان رمزه. کسی که عارف هست و شعر و اشعار عارفان رو میخونه، در اون گنجینه ای نهفته هست که اون فرد، اون شخصیت میتونه رو درک بکنه. اما یکی مثل من نوعی که توان ادبیاتی ندارم، یعنی ادبیات ظاهر قضیه است، هرگز نمیتونم نه شعر رو بخونم نه میتونم شعر رو درک بکنم، و کسی که نتونه شعر رو بخونه قطعا هم نمیتونه درکش کنه و قطعا هم نمیتونه عارف باشه. یعنی فقط کسی میتونه شعر رو به اون سبک، با اون وزن بخونه که در دل دیگران نفوذ بکنه، که خودش عارف باشه و معنای اون شعر رو درک کرده باشه. و این یک سواد ظاهری نیست. این سواد باطنیه. و اشاره به بیسوادی این موضوع بود که ایشون قادر نبودند دو بیت شعر ساده رو بخونند. یعنی قطعا نمیتونن عارف باشند، چون اگر عارف بودند میتونستن به راحتی شعر رو بخونن که در آدم تأثیر ایجاد بکنه. حالا شما به این ایراد میگیره. این سخن ادامه داره. با تشکر.